با سلام به همه دوستان، در این قسمت در مورد ترانزیستورها صحبت میکنیم، پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. پیش نیاز ترانزیستور این ویدیوه، پس حتما قبل از شروع نیم نگاهی بهش بندازید. ترانزیستورها در اشکال و اندازه‌های مختلف وجود دارند. ترانزیستورها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند. ترانزیستورهای دو قطبی که به اختصار BJT میگیم و ترانزیستورهای اثر میدان که به اختصار FET میگیم. در این ویدیو بیشتر به نوع دو قطبی می‌پردازیم. ترانزیستورها قطعات الکترونیکی کوچکی هستند که دو وظیفه اساسی دارند. اولیش به عنوان کلید مدارهای الکتریکی را کنترل می‌کنند و دومیش سیگنال‌ها را تقویت می‌کنند. ترانزیستورهای با قدرت کم با ولتاژ پایین در یک محفظه رزینی برای محافظت از قطعات داخلی قرار داده شدند، در حالی که ترانزیستورهای ولتاژ بالا در یک محفظه به علاوه یک قطعه فلزی که به دفع گرمای ایجاد شده کمک میکنه که معمولا قسمت فلزی این ترانزیستورها را به یک هیت سینک متصل کردن. روی بدن ترانزیستورها اعداد و حروفی چاپ شده که به عنوان مدل اون ترانزیستور استفاده میشه که به وسیله همین اعداد و حروف میتونیم به دیتا شیت دسترسی پیدا کنیم. هر ترانزیستور دارای درجه بندیه که در مقابل جریان و ولتاژ خاص میتونه مقاومت از خودش نشون بده. بنابراین مهمه که به این داده هایی که در دیتا شیت نگاهی بندازیم. روی ترانزیستورها سه پایه با حروف E, B و C داریم. E امیترمونه، B بیسمون و C کالکتورمون. از الان سعی کنیم با اسم انگلیسی شادت کنیم. اگر ترانزیستور را به این حالت رو بروی خود بگیریم، از چپ به این صورت پایه ها نامگذاری میشن. پایه سمت چپ E، پایه وسط B و سمت راست C. ولی همه ترانزیستور از این آرایش استفاده نمی کنن، پس حتما دیتا شیت ترانزیستور را بررسی کنیم. همه ما میدونیم که اگر لامپ به باتری وصل کنیم روشن میشه. ما میتونیم یک سویچ در مدار نصب کنیم و با قطع جریان برق روشنایی رو کنترل کنیم، اما این مستلزم اینه که فرد این فرایند را به صورت دستی انجام بده. چطور این کارو به صورت اتوماتیک انجام بدیم؟ برای اتوماتیک کردن از ترانزیستورها استفاده میکنیم. این ترانزیستور در این حالت از عبور جریان جلوگیری میکنه، اما اگر به پایه بیس کمی ولتاژ بدیم، ترانزیستور اجازه میده تا جریان اصلی عبور پیدا کنه و سپس لامپ ما روشن میشه که این مدار کنترل میتونه ورودیش هر چیزی باشه. پس ما در اینجا یک مدار اصلی و یک مدار کنترل داریم که با مدار کنترل مدار اصلی را کنترلش میکنیم. جهت اینکه ترانزیستور روشن بشه باید حداقل 6 ولت به ترانزیستور برسونیم. پس منبع تغذیه ما هر مقدار ولتاژی که داشته باشه، دارم میگم حداقل 6 ولت فقط ترانزیستور استفاده می کنم. عنوان مثال در این مدار ساده ترانزیستور یک LED قرمز و منبع ولتاژ 9 ولتی داریم. وقتی بیس را با ولتاژ 0.5 ولت تغذیه کنیم، ترانزیستور بسته است. چرا؟ چون گفتیم حداقل 6 ولت نیاز تا ترانزیستور ما روشن بشه. در ولتاژ 6 ولت ترانزیستور کار میکنه، اما نه با قدرت کامل و لامپ کم نوره، چون ترانزیستور هنوز اجازه عبور تمام جریان را نداده. در ولتاژ 7 ولت لامپ روشن‌تر میشه، چون ترانزیستور اجازه میده جریان بیشتر عبور میکنه، و در ولتاژ 8 ولت لامپ کاملا فور روشنه، که یعنی ترانزیستور تمام جریان رو عبور میده. برامن چیزی که اینجا اتفاق میفته اینه که ما از جریان و ولتاژ خیلی کم استفاده میکنیم برای کنترل ولتاژ و جریان بالاتر، و همونطور که دیدید با یک تغییر کوچک در ولتاژ، مثلا از 0.6 ولت کردیمش 0.8 ولت، واسه یک تغییر بزرگ در مدار اصلیمون شد. جریان بسیار کمی در حد 1 میلی آمپر یا حتی کمتر در پایه بیسمون وجود داره و کلکتور جریان بالاتری داره، مثلا 100 میلی آمپر. نسبت بین این دوتا را به عنوان نسبت تقویت میگن که با نماد بتا نشونش میدن که در دیتا شیت سازنده وجود داره. آمپلیفایر به معنی تقویت کردن. بنابراین اگر یک مرجع مثل میکروفون رو به پایه بیسمون متصل کنیم، ترانزیستور به عنوان یک تقویت کننده عمل میکنه و این همون چیزیه که صدا رو به عنوان یک بلندگو در مدار اصلیمون تقویتش میده. ما دو نوع اصلی ترانزیستور دو قطبی داریم، NPN PNP. این دو نوع بسیار شبیه به هم هستن و از دو طریق میتونیم شناساییشون بکنیم: مولتی متر، دیتا شیت. NPN چیه؟ ما مدار اصلی و مدار کنترل داریم. هر دو به قطب مثبت منبع تغذیه متصل شدن. تا زمانی که کلید رو در مدار کنترل فشار ندیم، مدار اصلی کار نمیکنه. میتونیم جریانی که از سیم ها عبور میکنه را ببینیم. اگر مدار اصلی رو حذف کنیم، با فشار دادن سویچ همچنان لامپ ما روشن میشه. در اینجا جریان از طریق ترانزیستور به باتری برمیگرده. اگر با مولتی متر مقدار جریان رو اندازه بگیریم، به این اعداد میرسیم. هنگامی که سویچ مدار کنترل رو فشار میدیم، 5 میلی آمپر از پایه بیسمون، 20 میلی آمپر در کالکتور و 25 میلی آمپر
از امیترمون عبور میکنه. بنابراین جریان در این نوع ترانزیستورها جمع میشه. به روش دیگه ای توضیح میدم، جریان آب از طریق لوله جریان پیدا میکنه تا زمانی که دیس را ببندیم. حالا اگه یه لوله کوچیک به لوله اصلی وصل کنیم و یک دروازه غلتکی سر راه ورودش قرار بدیم، در حالی که این لوله کوچیک میتونه دیسک رو از طریق یک قرقره حرکت بده و هرچه دروازه غلتکی بیشتر باز بشه، آب بیشتری به لوله اصلی سرازیر میشه. دروازه غلتکی نسبتاً سنگینه، بنابراین مقدار کمی آب برای باز کردن اون کافی نیست و مقدار معینی آب برای باز کردن دروازه مورد نیازه و هرچه آب بیشتری از این لوله کوچکمون عبور کنه، آب بیشتری از لوله اصلی جریان پیدا میکنه. پس وقتی میگیم ترانزیستور ما نیاز به حداقل 6.9 ولت تا جریان از خودش عبور بده، مشخص شد و علت این که جریان در NPN ها جمع میشه را دقیقا متوجه شدید. نماد اون در مدارات به این شکلی که کاملا گویاست که جریان کالکتور و بیس روی هم ریخته میشه و از طریق امیتر خارج میشه و فلش موجود جهت جریان را نشون بده. تو پرانتز بگم جهت جریان در مدارات الکترونیکی بر اساس جریان قراردادیه که در این ویدیو علت این نوع جریان را توضیح داد. بریم سر ترانزیستور PNP. ما دوباره مدار اصلی و مدار کنترل را داریم، اما این بار امیتر را به قطب مثبت منبع تغذیه وصل کردیم. جریان اصلی عبور نمی‌کنه تا زمانی که کلید استارت را در مدار کنترل فشار بدیم. در این نوع ترانزیستورا میتونیم ببینیم که جریان از ترانزیستور عبور میکنه و به باتری برمیگرده. در این مثال وقتی کلید فشار میدیم 25 میلی آمپر از امیتر عبور میکنه، سپس تقسیم میشه که 20 میلی آمپر از کالکتور و 5 میلی آمپر از پایه بیسمون میگذره. بنابراین جریان در این ترانزیستورها تقسیم میشه. اینم بذاریم به یه روش دیگه توضیح بدم. اگر لوله بزرگی تجسم کنیم که آب به دو شاخه تقسیم میشه که لوله اصلی به یک دیسک متصله و این دیسک به یک دروازه غلتکی، این در حالیه که این لوله کوچیک میتونه دیسک رو از طریق یک قرقره حرکت بده و هر چه دروازه غلتکی بیشتر باز بشه، آب بیشتری به لوله اصلی سرازیر پیدا میکنه و تا زمانی که آب کافی به این دروازه فشار وارد نکنه، آب نمیتونه در لوله اصلی جریان داشته باشه. ولی به محض اینکه آب کافی به این دروازه رسید، باعث میشه آب جریان پیدا بکنه و به دو شاخه تقسیم میشه. این ترانزیستور ها مانند NPN ها نیاز به حداقل 6.1 ولت هستن تا روشن. نماد اون در مدارات به این شکلی که کاملا گویاست که جریان از امیتر وارد و به کالکتور و بیس تقسیم میشه و فلش موجود جهت جریان رو نشون میده. تو پرانتز جهت جریان در مدارات الکترونیکی بر اساس جریان قراردادیه. حالا من اونا را در کنار هم قرار میدم تا شما راحت تر مقایسه کنید که این دو نوع ترانزیستور در مدار چگونه نصب و چگونه عمل میکنه. نمادی که بر روی بردها و نقشه های شماتیک برای نشون دادن ترانزیستور استفاده میشه حرف Q. البته برای اینکه بدونید حرف C، R یا D به چه معناست، میتونید به ویدیوی بالا مراجعه کنید. حالا ترانزیستور از چی درست شده؟ ترانزیستورها از سیلیکون درست شدن، دقیقاً مانند دیودها. حتی نمادی که برای ترانزیستور هم استفاده میکنن بی شباهت به دیودها نیست، اولی با یکم تفاوت. در NPN دو نوع دوپینگ نوع N و یک دوپینگ نوع P و در PNP از دو نوع دوپینگ نوع P و یک دوپینگ نوع N. یکم برای شما آشنا نیست؟ سپس به هر کدوم یه پایه متصل میکنن. پس به همین علته که حداقل ولتاژی که ترانزیستور شروع به کار میکنه 6.1 ولت، دقیقاً مانند دیودا. علت این 6.1 ولت ها در این ویدیو توضیح دادم. حالا چطوری تستش بکنیم؟ مولتی متر رو حالت تست دیود تنظیم میکنیم. شما بعد 6 تا آزمایش رو با اتصال پرابای مشکی قرمز به پایه های ترانزیستور انجام بدیم. برای ترانزیستور سالم از 6 حالت آزمایش فقط و فقط باید در دو حالت به ما افت ولتاژ بین 45 الی 9.1 ولت نشون بده و در بقیه حالت ها OL، و اگر بیش از دو حالت ما افت ولتاژ نشون داد، ترانزیستور ما خرابه. حالا میخواد ترانزیستور ما NPN باشه یا PNP باشه، هیچ فرقی نمیکنه.